الالوسون ما رو دیدی دای فرار کن زود. هیپ هاپ رپ هیپ هاپ کلاسیک موسیقی کلاسیک بعد جاز سنتی من میشه میشه من پاپ من همین که الان گوشه میه کلا هیپ هاپ و ترپ خارجی فقط آره نه من نه بله نقاط قوتی نداشت فقط میگفت من پول دارم من وضعم خوبه من اشغال میکنم چیز مفیدی نداشت که من یاد بگیرم بیشتر فقر فروشی بود والا نه حقیقتش نه والا شعرش خیلی محتوای خاصی نداشت ولی حالا آهنگسازیش خب به ایسش من دوست داشتم و یکی هم که حالت رجزخونی داشت و مثلا تهدید میکرد توش مثلا من فلان میکنم اینجوریه برو فلان کن و این موزیک هم نظر فلو سراب اینجای توش خیلی قوی کار کرده فلو خیلی قشنگی داره مثلا سه تا فلو خوب بخوام تو موزیک ایران به نظر خودم بگم یکی نیما نیموشه یکی سهراب ام جی یکی رضا پیشرو این سه تا فلوی که دارم واقعا قابل مقایسه نیست با هیچ رپری تو این موزیک باز خیلی بیشتر اون فلو پیاده کرده بعدش همین که حالا علی اردوانه با اینکه مثلا جدید و اینا تو اون ترک داره به امیر خلوت هم یه دیس ریز میده خیلی باحال اون یه تیک ریز بهش انداخته و ادامه داده داستان صداش خوبه ولی مشکل همینه دیگه من بیشتر از همه دارم من بیشتر از همه اشغال میکنم و چیز پندندرزی نهاره بعد بیشترم تبلیغ مواد مخدره تا اینکه مثلا موزیک گوش بدی آدم بیشتر دوست داره مثلا میده سمت چیز دیگه یه جور کلکله یه جور مثلا بیرون ریختن اون کمبودای درونی آدم هست که حالا به نظر من راه درستش اینه که این درست تخلیه بشه نه اینکه آدم بخواد بره با یکی کلکل کنه که تو کوچیکتری و من بزرگترم و نمیدونم تو در حد من نیستی حالت دیس داره خب بعد دیس ها اینا دیگه یه مدت مدیدیه که دورانش تموم شده زیاد دوستان فرقی نداشت ولی کلن خوب بود حالا بعدم نیومد قسمت علی اردوانه کاش مثلا میتونست ورس مثلا یا سامان ویلسون بشه یا مثلا یه ذره عجیبتر مثلا ورس رضا پیشرو بشه خیلی خفن میشه داشمون میگه حلال و سوز آخه قبلم سوء تفاهم بود بیادب میشن برا سلطون ولی ما رو میبینن میگن فدا قربون یک تا دست سه میدم دو پنج شیش هشت هفت هشت بیتش خوب بود خوشم نیومد کلن میگم توی رپرها کلن یاس رو دوست دارم خیلی نظر خاصی راجبش نداره نظر خاصی زیاد نداره چون میگم رپ اصلا من زیاد گوش نمیدم نظر کل که بود همون سهراب اصلا موزیکی نداره بتونی نظر بد راجبش بدی ولی خب فلوش خیلی قویه توی موزیک بد نی که اگه داری فوشم بدن توش بد نی حرف رکیک بار منفی داره قطعا یعنی این اصلا یه آزمایشی شما اگه انجام بدید یه میوهی رو اصلا بذارید آب و حتی من شنیدم آزمایش کردن که حرف بد بهش زدن به اون یکی خوب گفتن این رو مولکولای بدن اصلا تاثیر داره چون در حال بدن ما هم دو سومش آبه و قطعا میتونه سازنده باشه هر صحبتی که میشه حتی در قالب شعر در قالب موسیقی تمامش میتونه مؤثر باشه به نظر من حالا یه جاهایش دیگه از دست خارجه خب یا مثلا هر کسی واسه خودش یه فضایی رو انتخاب میکنه مثلا شما هیچ وقت انتظار شنیدن مثلا فوش از افتخاری یا مثلا شجریان رو نداری همون جوری هم انتظار شنیدن مثلا سنتی از تعتلی و سهراب ام جی نداری خب اصلا فضاهاش متفاوته ولی در کل دیگه هست دیگه کارش نمیشه که همین چیزیه که هست حال خوش بود رپ دیگه شما نگاه کنی از قدیم و ایام تو کل دنیا حالا اینجا ایران زیاد نمیشه چیزش
ولی هم تو سینماشون هم تو موزیکشون کاملا این الفاظ بوده، چون خیلی طبیعیه تو زندگی شما من دوستامون دور و بریامون بالاخره این الفاظ هست، شاید جلوی دوست و خانواده شاید جلوی خانواده نباشه ولی جلوی دوستا حتما هست. هیپ هاپ کلونی.